سلام فامیل های عزیز این ویدیو تغییرات که در مورد محدودیت های کووید 19 از تاریخ 25 جون سال جاری ایجاد شده به اطلاع شما می رساند اثر از تاریخ 25 جون سال جاری با تغییرات که در رابطه به محدودیت های کووید 19 ایجاد شده افراد بزرگ سال به تعداد 15 نفر در داخل یک خانه می توانند با هم در یک روز دید و بازدید داشته باشند و در جاهای عامه به تعداد 50 نفر مثلا در یک پارک میتانند با همدیگر گرد اجتماعی داشته باشند و باید از در تمامی موارد ماسک بپوشین فاصله اجتماعی یکونی متری را در نظر بگیرین و کسایی که برای دیدن دوستانشان و یا هم خریداری میخواهند به شهر ملبون رفت و آمد داشته باشند میتانند فعلا بر اساس سهولت های ایجاد شده رفت و آمدشان را به ملبون انجام بدن و البته این سهولت هایی که در رابطه به مسائل کووید 19 ایجاد شده تا دو هفته آینده قابل تطبیق می باشد. با سهولت های ایجاد شده به تعداد 300 نفر اجازه داده شده تا در مراسم ازدواج و یا هم در مسائل مثل فاتحه و دیگر مراسم مذهبی اشراق داشته باشند و رستوران ها و کافی شاپ ها هم می توانند در یک زمان به تعداد 300 نفر را میزبانی بکنند و البته باید از فاصله اجتماعی را در نظر بگیرند و کسایی که در دفتر کار میکنند باید از هفتاد از کارمندایی که در آفس کار میکنند دوباره به مراکز کاریشان برگردند و همچنان کسایی که ورزشکار هستند میتوانند یعنی کلپ های ورزشی با داشتن هزار نفر بیننده در هوای باز میتوانند که مسابقات ورزشیشان را برگزار بکنند تمامی باشنده های شهر گریت سیدنی و والنگانگ از تاریخ 25 جون سال جاری از نیمه شب جمعه از ساعت یک ای ایم نمی توانند دیگر در ویکتوریا داخل شوند. تنها کسایی که باشنده ویکتوریا است با داشتن پرمید می توانند وارد ویکتوریا شوند و باید از مدت 14 روز در قرنطینه و سر ببرند و حتی نباید که به خاطر خرید و این چیزی که نیاز دارد بیرون از منزل شود. و کسایی که بدون اجازه یا پرمیت وارد ویکتوریا می شود ممکن است به مبلغ 5000 دلار استرالیایی جریمه شود و باز مهم است به یاد داشته باشین که اگر احساس خوب ندارین و یا هم فکر میکنین به بیماری کووید 19 مبتلا شده این بهتر است که به مدرسه و یا هم محل کارتان مراجعه نکنین در جریان روز هر یک چند با دستایتان را با آب پاک و صابون بوشین و فاصله اجتماعی را در نظر بگیرین اگر علایم مثل تب بلند، لرزه، گلودردی، از دست دادن حس زائقه و حس بویایی و همچنان دلبدی داشتین بهتر است که به کلینیک یا دکتر جی پی تان مراجعه بکنین و آزمایش کووید 19 را انجام بدین تا زمانی که نتیجه آزمایش تان معلوم میشد بهتر است در قرنطینه یا در یک اتاق و تنهایی خودتان را برای یک مدت قرنطینه کنین و بعد از اینکه نتیجه آزمایش تان منفی بود بهتر است که دوباره به کارتان مراجعه بکنین